مسجد اولین مکان و جایگاه تجمعی مسلمانان برای پرستش خدای بزرگشان است. یکی از مهمترین دستاوردهای مسلمانان صدر اسلام، توسعه و گسترش مساجد اسلامی می باشد. حضرت محمد صلوات الله علیه پیامبر مسلمانان مسجد الحرم را در شهر مکه عربستان سعودی قبلگاه مسلمانان اعلام کرد. از پیدایش اسلام مسجد یگانه مرکز فرمان جامعه مسلمانان بوده که در پهلوی عبادت خدای واحد اجتماعات بزرگ و کوچک برای تصمیم گیری، مشورت و حل مشکلات مردم برگزار می گردید. بیت المال حفظ می شد و مردم به تشکیل شوراهای نظامی می پرداختند. از همین رو مسلمانان در سراسر جهان به این اماکن احترام زیادی قائلند و مقدسشان می شمارند و ثروتمندان به همکاری هنرمندان، صنعتگران و معماران می کوشند. مساجد را مجلل تر تزئین می نمایند و هنر صنعتشان را که بیانگر فرهنگ و توانمندی تمدن اسلامیشان است، در ساخت و اعمار این مکانهای مقدس به نمایش می گذارند. در این برنامه یکی از مکانهای بزرگ تاریخی را که برای عبادت در این شهر ساخته شده است برای شما به معرفی می‌گیریم. مسجد پل خشتی که تاریخ کهن دارد، اما دوران اعمار ساخت آن تا هنوز معلوم نشده است و به گفته اهالی این شهر که درباره آن تذکر داده اند گفته شده است که مسجد پل خشتی اولین مسجد است که در شهر کابل اعمار شده است. اما نظر به گفته های مورخین، مسجد شاه دوشمشیره اولین مسجد بوده که با آمدن سپاه اسلام و فتح شهر قدیم کابل در این شهر ساخته شده است. پس به این نظر گفته می توانیم که مسجد پل خشتی دومین مسجدی است که در شهر زیبای کابل بنا شده و یکی از مکانهای تاریخی به شمار می رود. این مسجد یکی از مساجد تاریخی و متبرک است که در پهلوی دریای کابل در استقامت شمال غرب چهار چته شهر قدیم کابل موقعیت دارد که این نواحی روزگار مرکز شهر بوده و بعداً تخریب و ساختمان‌های جدید در آن ایجاد گردیده است. این مسجد شمالاً به دریای کابل، جنوباً به بازار کتاب فروشی، کافروشی
و غربن به مارکت های تجارتی و شرقن به جاده پل خشتی وصل شده است. بنای این مسجد مطهر بنابر روایت حین فتح کابل به وسیله یکی از صحابه کرام عبدالرحمن ابن اشعث اساس گذاشته شده و بعداً در زمان تیمورشاه دورانی حینه که پایتخت را از قندهار به کابل انتقال داد در اعمار این مسجد توجه خاص نمود. مسجد پل خشتی در روزگاران قبل به سبک معماری قرون گذشته و بسیار کوچک ساخته شده بود. اعلی حضرت تیمورشاه دورانی در اواخر سلطنت خود یعنی در سال 1207 هجری قمری امر فرمود که این بنای مقدس را وسعت بخشند. اما مرگ مهلتش نداد و وفات کرد و کار مسجد پل خشتی ناتکمیل باقی ماند. بعد از آن پسر تیمورشاه یعنی شاه زمان به این عمل متوجه شده و در سالهای اول سلطنت خود به کار مسجد لب دریا که حال به نام مسجد پل خشتی مشهور است پرداخت. و بر طبق نقشه استادان مجرب آن زمان کار این مسجد را در سال 1213 هجری قمری به پایه اکمال رسانیدند و نسبت به گذشته بزرگتر بنا شد. این مسجد در آن زمانها یک منزل و دارای 3 دالان، 7 رواق و 21 گنبد بود و در وسط هر گنبد یک دانه فانوس کلان ساخته ماشین خانه حربی آویزان بود که توسط لنگرهای دو طرفه پایان و بالا می شد و تیل خاک در آن می سوخت. البته باید گفت چراغهایی که در آن زمان حکومت شاه زمان ساخته بود از عظمت و زیبایی خاص برخوردار بوده، اما از آن چیز به عنوان نمونه دیدن نمی شود. با وجود این که این مسجد صحنه بسیار وسیع داشت، اما نظر به مراجعین زیاد به خصوص در روزهای جمعه و عیدین با آن هم گنجایش نمازگزار را نداشت. لذا مسئولین امور در زمان حکومت محمد ظاهرشاه با تجدید و توسعه ساختمان به سبک مساجد سایر ممالک اسلامی مبادرت ورزیدند. با در نظر داشت ضرورت وسعت بخشی مسجد مطهر، موصوف حین تغییرات پلان ساختمانی شهر کابل توسط زمامداران وقت، بنای ساختمان از سر گرفته شد و به حالت کنونی اعمار گردید. این مسجد دارای یک گنبد بزرگ و یک مناره به ارتفاع 57 متر می باشد که کاملا به رنگ آبی دیکور شده است. همچنان چهار اطراف مسجد که با آیات کلام الله مجید به خط سالس نوشته شده تزئین گردیده است. محراب مسجد را آنقدر زیبا کار کرده اند که جلب توجه هر شخص می شود. در پهلوی محراب منبر سنگی وجود دارد که برای تبلیغ دین اسلام ساخته شده. گنبد داخلی مسجد را با قندیل بسیار زیبا و همچنان اطراف آن را با کتاره‌های فلزی که به شکل تزئینی ساخته شده مزین کرده‌اند.
این مسجد دارای یک صحنه بزرگ داخلی و همچنان با دالان‌های طولانی که به شکل کمان مانند بوده و با 3 دروازه دخولی اعمار شده است. این مسجد از مشهورترین مساجد شهر کابل بوده که صحن داخلی و خارجی آن از سنگ مرمر سفید فرش گردیده و همان طور طبقه اول و دوم زینه های وسیع و عریض و تمام دیوار آن با سنگ مرمر سفید کار گردیده است. بیشتر قسمت های بیرونی دیوار مسجد با خشت کاشی کاری شده و احاطه آن دارای رواق های به شیوه اورکات ها دور و تماماً با کاشی رنگ از قبیل لاجوردی، سفید، سبز و آبی مزین گردیده است. مسجد پل خشتی دارای سقاخانه مجهز و مکمل با شبکه آبرسانی بوده تا برای کسانی که وضو می کردند سهولت باشد. مسجد متذکره دارای مرکز گرمی و دستگاه سرد کننده هوا نیز بوده است. این مسجد در یک وقت گنجایش 30,000 نمازگزار را در داخل و بیرون دارا می باشد. از آن خانه بلند که دل آسمان را می شگافت از فاصله 100 کیلومتری به نظر می رسد و به عظمت و زیبایی مسجد افزوده است. قابل ذکر است که چرا این مسجد را به نام پل خشتی یاد می کنند. به خاطر این که در سالهای قبل در روبروی این مسجد یک پل بود که کاملا از خشت ساخته شده بود و بعدها رفته رفته این پل به شکل کنونی خود در آمد و از سنگ، ریگ، آهن و قیر ساخته شد و از همان وقت این مسجد به نام پل خشتی مسمى شد. مسجد مذکور 200 سال پیش به شکل یک منزله بوده و بعداً تغییرات زیادی در آن آمده است. قابل یادآوری است که در طی 2 دهه اخیر این مسجد صدمات زیادی را متقبل شده بود که خوشبختانه در سالهای اخیر ترمیمات زیادی در آن صورت گرفته و مورد استفاده نمازگزاران شهریان کابل قرار گرفته است. این مسجد یکی از آبدات تاریخی این شهر بوده و از نمایی زیبایی برخوردار است و از هر نقطه این شهر به خوبی جلوه نما می کند.
خودم رو